سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. نظریات وزارت خارجه افغانستان در مورد معاهده همکاری‌های استراتژیک میان ایالات متحده و افغانستان. په مصر که دو وروستیو شخړو او ناامنیو خوښ له تازه راپورونه رسیدلی او متحده ایالاتو د مصر د ثبات لپاره مصري سیاستوال هڅولي. در حالی که اتاق تجارت و صنایع افغان از افزایش صادرات افغانستان خبر داده است، تحلیل بیشترین موضوع را از مهمان برنامه خواهید شنید. او د خبرونی په وروستۍ برخه کې به د زیړی ناروغۍ پاکله د ډاکټر علمی ارزونه واورئ. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. بینندگان محترم تلویزیون آشنا سلام. امروز یک شنبه 28 ماه جولای سال 2013 می باشد. لینا روزبه هستم. در برنامه این ساعت گزارش های مختلف من جمله اظهارات وزارت خارجه افغانستان در مورد مائده همکاری های استراتژیکی، نظریات اتاق صنایع و تجارت افغان در مورد افزایش صادرات و دیگر خبرهای جهان و افغانستان را گنجانیده ایم که برنامه را با این گزارش آغاز می کنم. جانان موسی‌زئی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان تحت کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت که دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهان توافق نامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده هستند، ولی تا هنوز مذاکرات روی بخش امنیتی سند استراتژیک با آمریکا در حالت تعلیق قرار دارد. در صورتی که مسوده بخش امنیتی قرارداد استراتژیک میان واشنگتن و کابل آماده نیز گردد، نخست به لوی جرگه مردم افغانستان محول و بعدا از سوی شورای ملی افغانستان تصویب خواهد شد، چون تطبیق موافقتنامه امنیتی استراتژیک در اوایل سال 2015 میلادی است. به اساس حکومت افغانستان تلاش امضای زودتر آن را ندارد. برای دولت افغانستان ضرب الاجل زمانی امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا مهم نیست. چیزی که مهم است محتوای سند است، کیفیت سند است و ضمانتایی که در این سند باید باشه برای دولت افغانستان اهمیت بالاتر داره. البته فراموش نکنیم که این سند از تاریخ اول جنوری سال 2015 قابل اعتبار و قابل اجرا خواهد بود. در عین زمان موسی‌زئی میگوید که بر اساس اطلاعات در مناطق دوردست ولایت پکتیکا در برخی از مکاتب به شمول به شکل غیرقانونی نصاب تدریسی پاکستان به لسان اردو تدریس می شود و به عوض تاریخ افغانستان تاریخ پاکستان تدریس می گردد که باعث نگرانی حکومت افغانستان شده است. موسی‌زئی طالبان را مسئول این پدیده دانسته است. در عین زمان فهرست 27 نامزد کمیشنری کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی کمیته گزینش نهایی و به رئیس جمهور حامد کرزی ارسال گردیده است، امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی توسط فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه و عضو کمیته گزینش بر رسانه ها معرفی شد. مسلمیار اضافه کرد که این تعداد از میان 47 تن انتخاب شدند که با اسناد به آنان مراجعه کردند و بیان داشت که باید به شکل قانونی فردی از جامعه مدنی نیز در این فهرست شامل گردد، ولی هیچ فرد با آنان مراجعه نکرده است. هر کس که جهت مبجع او رئیس قابل اعتمادش بود و به کمیشنر معرفی کرد، البته یک شرط است که تعدل قومی و جنسی باید مد نظر بگیرن که حکم قانون است. خب در این زمان در حالی که کمتر از 9 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بیشتر باقی نمانده است، قانون انتخابات اخیراً تصویب و توشیح شد و احزاب مخالف سیاسی برای معرفی نامزدان خود و آغاز مبارزات انتخاباتی آمادگی می‌گیرند. محترم عباس نویان عضو حزب حق و عدالت را در استودیو با خود داریم تا واکنش خود را در قبال آمادگی‌ها در افغانستان برای انجام این انتخابات با شما در میان بگذارند. آقای نویان سلام به شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا از قانون انتخابات آغاز می‌کنیم. من حیث عضو این حزب، واکنش شما در برابر این قانون چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون آشنا. قانون انتخابات با تمام نقایص و کمبودی‌های فراوانی که داره، بالاخره ما را یک قدم در یک انتخاباتی که در چوکات یک قانون برگزار میشه نزدیک‌تر می‌سازد.
در گذشته ها ما صرف فرامین تقنینی داشتیم که بر او اساس انتخابات برگزار می شد و خاطر بود که اعتماد مردم روی کمبودی ها و کاسه های فراوانی که در توسط از این فرامین تقنینی به وجود می آمد اعتماد مردم خدشدار می ساخت و ما امیدوار هستیم که با قانون انتخابات که جدیدن وجود داره در این جمله کمبودی های فراوانی و از این جمله زدودن نقش احزاب سیاسی در این قانون که باعث تأسف عمیق ما هست با او هم ما را یک قدم به انتخابات نزدیک می به انتخابات قانونمند نزدیک می سازه که ما را یک نقطه مثبت می شمار. بله، صحبت و یا انتظار بعدی وقتی صحبت از انتخابات میشه معرفی کاندید هاست. آیا حزب حق و عدالت تصمیم داره که یکی از اعضای شما را من حیث کاندید نامزد این انتخابات بسازه؟ حزب حق و عدالت در چوکات شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی فعلا فعالیت دارند که احزاب شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی با تدوین یک برنامه مدون و با یک برنامه همه جانبه در قسمت انتخابات و بالاخره تصمیم گرفتن که در قسمت انتخاب یک کاندید واحد هم با همدیگه همکاری داشته باشند. حزب حق عدالت تعهد کامل داره که تا برای تقویت و استحکام هرچه بیشتر شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی تا آخرین مرحله کوشش بکنه که این شورا و چوکات از این شورا و تقویت پیدا بکنه، استحکام پیدا بکنه و در چوکات شورا اگر خدا بخواهد ما موفق شویم تا بتانیم کاندید واحد را در این از طرف از این شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی معرفی بکنیم. تا حال سه نفر کاندید به صورت بگویم شارت لیست شدن. بله. که یکی از جمله آقای حنیف اطمر عضو ارشد حزب حق و عدالت است و دیگه آقای احدی هستن و آقای دکتر سب عبدالله عبدالله هستن که هنوز مراحل کاملا ابتدایی هست و سر از این مسئله گفتگو و رایزنی ها جریان داره. بله. که امیدوار هستیم که شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی موفق به معرفی یک کاندید واحد شد. وقت بسیار کم است. انتخابات عمدترین ارزیابی شده خواستای مردم هم تقریبا در قبال کاندید یا رئیس جمهور آینده واضح است. شما فکر میکنین چه موضوعاتی در صدر مبارزات انتخاباتی قرار گرفت و مردم خواهان چی از این کاندیدها هستند؟ مردم در درجه اول با مشکلات فراوانی که دست به گریبان هستند، یکی از جمله عدم قانون پذیری از طرف زورمندان هست و حاکمیت قانون وجود نداره و همچنان فساد اداری به اوج خود رسیده و اقتصاد و ایران ورشکستی که افغانستان داره که ممکن است این زیادتر آشکار شود بعد از بیرون شدن قسمت یا بخش اعظم از قوای ائتلاف و قوای خارجی از افغانستان. مردم با این مشکلات دست به گریبان هستند و خواهان ازی هستند که هر کاندیدی که با یک برنامه منظم این دردها را دوا بکنه به خدمت مردم باشن و بتانن که مردم از این چالش ها دور بسازن. بله. و برای مردم یک موفقیت، برای مردم یک روزگار بهتر را نوید بدن. تشکر آقای نویم، باز هم نظرات شما را در بخش پشتو تقدیم بیننده ها میکنیم. ممنون از حضورتان. تشکر از شما. سوال امروز در صفحه فیسبوک نیز روی نظر شما در مورد انتخابات و اینکه چه انتظاری را از کاندیدان دارید درج شده بود. تعداد زیادی از اعضای صفحه نظرات خود را در این مورد با ما در میان گذاشتند. آقای عثمان محمدی از هرات نوشته است: آنها باید به خاطر کشور و ملت خود بکوشند و کشور را از این بحران ها بیرون کشند. امیدی سار از مزار شریف می نویسد: من حیث یک افغان رئیس جمهور آینده کشور خواهان آوردن امنیتم که نیاز مبرم و اساسی ما افغان هاست. شما یک ساعت بعد از این برنامه نیز می توانید نظرات خود را در این مورد با ما در این صفحه در میان بگذارید. آدرس این صفحه facebook.com/voetvashnast. ما منتظر دریافت نظرات شما در این صفحه. رجوع به صفحه یوتیوب برای دیدن گزارش ها و عضویت در هر دو هستیم. برنامه را با خبر دیگر مرتبط به افغانستان ادامه می دهم. کوین رد صدر اعظم استرالیا در یک سفر از قبل اعلام نشده در افغانستان است و از ساکر کشورش در ولایت اروزگان بازدید به عمل می آورد و ای با آنها بیان داشت که زمان بازگشتشان به کشورشان فرا رسیده است. این رهبر تازه به کار گمارده شده حزب کارگر در این سفر با همسرش تریسا راین همراهی می شود. استرالیا برای کاهش تعداد ساکرش در افغانستان آمادگی می گیرد.
و اکنون دارای 1550 عسکر در افغانستان است که انتظار می رود تا ختم سال جاری تعداد زیادی از آنان به کشورشان بازگردند و آن کشور مسئولیت مرکز نظامی ترینکوت را به مقامات افغان بسپارد. استرالیا به فراهم آوردن کمک برای آموزش قوای امنیتی افغان بعد از سال 2013 متعهد شده است. حداقل 70 تن از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر بر روز شنبه توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این حادثه چند روز بعد از آن صورت گرفت که قماندان قوای نظامی مصر تقاضای حکم مقابله با خشونت دهشت‌افکنی را رد کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت با 2 تن از اعضای ارشد کابینه مصر ابراز نگرانی نمود. جهاد الهداد سخنگوی گروه اخوان المسلمین گفت گلوله‌باری قبل از نماز صبح بر طرفداران محمد مرسی آغاز گردید. دکتر محمود العربی دکتر یکی از شفاخانه هایی که زخمیان و کشته شدگان به آنجا انتقال داده شد میگوید از ساعت 2 صبح دفعتن زخمیان به شفاخانه انتقال داده شد که با گاز آشکاور و گلوله های خفیف صدمه دیده بودند. سپس اجساد کشته شدگان را انتقال دادند. یکی از دکتران دیگر شفاخانه میگوید تعداد کشته شدگان حتی حساب شده نمیتواند. اما در این حال تلویزیون الجزیره در مصر گزارش داده است که در این حادثه 120 تن کشته و 4500 نفر دیگر زخمی گردیده است. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا از طریق تلفن با جنرال عبدالفتاح السیسی که رهبری روند برکناری محمد مرسی را به عهده داشت تماس گرفت. محمد منصور یک تن از شاهدان عینی میگوید پلیس با گلوله‌باری آغاز کرد، مردم کشته شد، مظاهره کنندگان می‌خواستند پنهان شوند، اما پلیس آنها را تعقیب نمود تا آنها دوباره به مسجد رابعه الادویه رفتند. اما محمد ابراهیم وزیر داخله مصر گلوله‌باری بر هواخواهان مرسی را رد نمود. من تایید می کنم که وزارت داخله هیچگاه گلوله باری نکرده و هیچ وقت بر علیه مصری ها گلوله باری نمی کند. ما همچنان با شورای عالی نیروهای مسلح همکاری داریم و با هر دو جانبه هواخواهان و مخالفین رئیس جمهور در تماس هستیم و می کوشیم که به چه شکل به این حالت خاتمه بخشیم. محمد علی یک تن از مخالفین محمد مرسی می گوید مردم تصمیم خود را گرفتند که آنها امنیت و آزادی می خواهند و هیچ کس دیگر را به خاطر این که کافر گفته می شود کشتن نمی تواند. ما نمی خواهیم که مرسی بار دیگر رئیس جمهور باشد. ایالات متحده آمریکا پس از کشته شدن 10 تن از حامیان محمد مرسی مصر را ترغیب نموده تا در بهبودی اوضاع رسیدگی کند. اما هزاران تن از هواخواهان مرسی به روز یک شنبه تعهد کردند که با وجود کشتار روز شنبه به مظاهرات و پشتیبانی خود از مرسی ادامه می دهند. از سوی دیگر پلیس در تونس بر مظاهره کنندگانی که در خارج از عمارت پارلمان بر روز شنبه جمع شده و علیه کشته شدن یک رهبر مخالف اعتراض می کردند گاز اشکاور شلیک کرد. این اعتراض برای چند روز در آن کشور ادامه دارد. در عین زمان در مناطق دیگر یک گروه رقیب راهپیمایی را به حمایت از حکومت آن کشور انجام دادند. مظاهره کنندگان بعد از مراسم افتتاحیه محمد براهیمی رهبر حزب غیر مذهبی پاپولار فرانت که بر روز پنجشنبه با ضرب گلوله کشته شد این تظاهرات را آغاز کردند. بر او 14 بار شلیک صورت گرفته بود و از عین صلاح برای کشتن یک رهبر دیگر مخالف نیز 5 ماه قبل استفاده صورت گرفته است. عزاداران شعارهای ضد حکومت میدادند و تصاویر براهیمی را حمل میکردند. در عین زمان مقامات در تونس القاعده را به کشتار وی متهم نمودند. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش صادرات و کاهش واردات افغانستان در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. قربان حقجو رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که نسبت به 3 ماه اول سال قبل 40% صادرات افغانستان افزایش یافته است. جلال میرزاد خبرنگار تلویزیون آشنا در این باره گزارش دارد که توجهتان را بدان مبذول می‌دارم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که با وجود چالش‌ها و نبود امکانات صادرات افغانستان در 3 ماه اول امسال به 100 میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در 3 ماه اول پارسال 64 میلیون دلار بوده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت افزایش صادرات کشور را کاهش آفات طبیعی، بهبود وضعیت راه‌های ترانزیتی و کاهش مشکلات در سرحدات با کشورهای همسایه دانسته می‌گوید که هنوز هم تولیدات افغانستان با مشکلات چون پایین بودن کیفیت، بسته‌بندی نادرست، اخاذی‌ها و فساد اداری و نیز نبود دسترسی به منابع مالی روبروست. آقای حقجو تاکید می‌ورزد که اگر این چالش‌ها از میان برداشته شود، صادرات افغانستان افزایش چشمگیر خواهد داشت. در کل صادرات ما، ارقامی را که ما ثبت می‌کنیم، اینا صادرات رسمی هستند. اما ما بعض اقلامی هست که قاچاق میشه از افغانستان. اگر ما او را محاسبه بکنیم، ما صادرات ما بیش از 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار در سال هست که او عبارت از قاچاق مواد معدنی ما، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ما، سنگ‌های ساختمانی مثل سنگ‌های مرمر و گرانیت است، مسئله جنگلات است که زده میشه اونا دوباره صادر میشن. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در حال حاضر تولیدات و محصولات افغانستان به کشورهای پاکستان، هندوستان، آسیای مرکزی، چین، روسیه و کانادا صادر میشوند و تلاش ها برای گسترش این صادرات در تمامی کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا ادامه دارند. از سوی هم آقای حقجو از کاهش واردات افغانستان نیز سخن میزند. در حدود 6% واردات ما بنابر قامری که ما از وزارت مالیه گرفتیم این کاهش نشان میده. سال گذشته از 3 ماه اول در ارزش 980 میلیون دلار ما واردات داشتیم، در حالی که امسال 860 میلیون دلار 3 ماه اول امسال ما مجموع واردات ماست. در همین حال یکی از تجاران محصولات حیوانی با آنکه از افزایش تولیداتشان سخن میزند میگوید که دولت در افزایش این صادرات نقش نداشته است. با دولت هم چند تماس گرفتیم که بتونه با ما صحبت ها از روی ترانزیت بخاطر انتقالش کس و در تعرف هایی که بودن که کس مثلا به حساب بنا سازی اگر به چیز کمی کاستی بوجه شاید بیشتر از ایش هست. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کاهش پول افغانی در برابر پولهای خارجی سبب کاهش صادرات، خرید و فروش کالاها و محصولات کشور شده که باید تدابیر جدی برای جلوگیری آن گرفته شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. تفصیل بیشتر در عرصه صادرات افغانستان و اهمیت آن در خودکفایی اقتصادی این کشور موضوع صحبت ما با مهمان برنامه از کابل است. محترم ببخشید میرزمان پوپل، رئیس بخش صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع افغانستان را از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. در حالی که به نظر میرسد تمام توجه جهان روی بنو خودکفا ساختن افغانستان در بخش اقتصاد باشه، موضوعات بسیار مهمی مثل قاچاق منابع طبیعی افغانستان، چوب‌های جنگلات افغانستان و عدم موجودیت یک مکانیزم مؤثر برای صادرات افغانستان در این گزارش ما موضوعاتی را شنیدین. نظر شما در قبال موضوعات چیست؟ چرا حکومت نتانسته تا حال با این معضلات برخورد درست بکنه؟ خوب سلام خدمت شما و همچنان خدمت بینندگان محترم تلویزیون آشنا. به بعد سوال شما باید یادآور شدم که دولت هم کوشش های خود کردن به ارتباط که یک راهکار و یک پالیسی های متعدد برای حساب از بین بردن قاچاق و این بگیرن، اما تافیران نتایج مثبت تا قابل ملاحظه نداشته. اتاق تجارت و صنایع افغانستان همواره کوشش کرده که تا زمینه خوب و همچنان زمینه را برای صادرکننده خود فراهم ساخته تا اموال صادراتی افغانستان با مارکت‌های جهان و با کشورهای منطقه معرفی شود. کارهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان بله، حدود چند سال گذشته مشکلات که همیشه مطرح میشه یکسان است: نبودن سیستم‌های یخچال برای نگهداری از مواد غذایی که صادر میشه و همین باعث میشه که قیمت از اینا پایین بیاید، همچنین استفاده
استفاده کشورهای مثل پاکستان از تولیدات افغانستان و فروختن از او زیر نام کشور به بازارهای بین المللی. روی این موضوعات چرا تاکنون انکشاف صورت نگرفته؟ کمک به دیاقین نشده؟ خب این موضوع را ما بار با دولت و وزارت محترم زراعت مطرح ساختیم که باید برای دیاقین افغانستان کمک شود. طور که سال گذشته شما هم در جریان هستیم، میوه‌جات تازه افغانستان در مجموع با کشور پاکستان صادرات داشتیم و امسال هم بازار عمده میوه‌جات تازه افغانستان صرف کشور پاکستان است. یکی از مشکلات عمده که افغانستان داره نبود موتورهای یخچالی و همچنین نبود کارگوهای هوایی که باید کشور دبی یا مثلا بازارهایی که ما میتونیم میوه‌جات تازه افغانستان در اونجا بازار خوب داره، مثلا کشورهای امارات است و همچنین هندوستان است و کشورهای اروپایی است که در اونجا فروشات میوه‌جات تازه افغانستان فوق العاده زیاد است، اما نسبت نبود وسایل ترانسپورتی یخچالی و همچنین ترانسپورت هوایی نمیتونیم به واسطه وقت میوه‌جات تازه افغانستان به مارکت برسانیم. یکی از مشکلات عمده است. همچنین مشکلات دیگه که وجود داره در بخش های مختلف در داخل افغانستان هم تا بالی یک پالیسی و یک راهکار یک دوزانت های مختلف روی دست نگرفتن که برای سال کنندگان میوه‌جات تازه افغانستان. بله. آقای پوپل، آیا اتاق صنایع و تجارت افغان در طول دهه آینده که تمام تمرکز جهان روی سکتورهای انکشافی مثل اقتصاد، مثل زراعت متمرکز است، پلان را برای بهبود این مشکلات داره در عرصه تسهیل روند صادرات افغانستان به جا؟ خب اتاق صنایع افغانستان تافیرا کوشش خود انجام داده به خاطر رشد صنایع صادرات افغانستان و این بعد هم یکی از پالیسی های اتاق صنایع افغانستان است تا انکشاف صادرات افغانستان فراهم بسازه و همچنین بازارهای خوب برای صادرات افغانستان، برای میوه‌جات تازه افغانستان، برای قالین افغانستان، برای نباتات طبی افغانستان فراهم بسازه تا این اقلام صادراتی افغانستان با مارکت های جهان معرفی شد و بازار خوب برشون پیدا شد تا دو سال آینده صادرات افغانستان به 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار برسه بخیر. ممنون و تشکر از شما آقای پوپل که معلومات در عرصه فعالیت های اتاق برای بیننده را دادین. تشکر. می‌پردازیم به بخش صحی برنامه این ساعت. صدها هزار مهاجر به دلیل خشونت‌های شرق میانه و آفریقا از کشورهایشان متواری شدند و در شرایط نامناسب به سر می‌برند. طبق گزارش سازمان‌های خیریه ملل متحد، مهاجرین با مشکلات جدی کمبود آب و غذا مواجهند و کمپ‌های آنها نیز در معرض خطر شیوع امراض مهلک مانند کولرا، ملاریا و زردی قرار دارد. گزارش ویدیوش سینا از صدای آمریکا را از همکارم می‌شنوید. هزاران تن که از جنگ‌های داخلی فراری شدند به کمپ مزدحم سودان جنوبی پناه آوردند. مقامات می‌گویند امراض ساری که از آب و غذای آلوده به بدن داخل می‌شود، خطر کشنده را برای باشندگان کمپ متوجه ساخته است. ادریان ادواردز سخنگوی کمیته مهاجرین ملل متحد است. محرقه ضربه شدید به جوانان بین سنین 15 و 40 زده است. در 3 کمپ ما مهاجرین را با علائم مریضی شدید زردی مشاهده کردیم که نصف آنها بین سنین 20 تا 39 بود. تعداد از کشورهای آفریقایی مانند سودان جنوبی، سیرالیون، لیبیا، نایجیریا و سایر کشورها شیوع انواع بدی از کولرا را گزارش نمودند. در بخش کولرا و زردی مقامات میگویند در صورت آلودگی بسیار مشکلات در بر دارد. آنها به این عقیده‌اند که بهترین راه مراقبت از این نوع امراض جلوگیری از سرایت آن است. دکتر پیتر هوتز متخصص امراض ساری است و می گوید که کولرا اکثرا به زندگی مردم در حالات شدید خطر محسوب می شود و اگر از اثر مشکلات سیاسی و یا مصیبت طبیعی به بار آمده باشد. این نوع کولرا که یک نوع ترکیب زهری دارد از نوع دیگر باکتریا متفاوت است. این نوع ترکیب سمی حجرات را زرآلود می سازد که نتواند آب را از معده و روده ها جذب کند و همین باعث می شود که شما آب زیاد را از دست می دهید و بدن بیشتر خشک می شود و آب وجود شخص بعد از چند ساعت از مریضی کاملا خشک می شود. دکتر هوتس می گوید کولرا را می توان از راه درست حفظ صحه و نظافت جلوگیری کرد، اما هرگاه یک بار علائم اسهال مشهود شود و میگوید نوشیدن زیاد آب میتواند زندگی اطفال را نجات دهد.
یونیسف تخمین می‌زند که حدود 400 هزار کودکان آفریقایی زیر سن 5 سال به تداوی نوع سوء تغذیه شدید نیاز دارند. این کودکان ضعیف بیشتر از شیوع امراض کولرا و سایر مرضی‌ها آسیب‌پذیرند. پیلر بوزا از بخش مهاجرین سازمان ملل متحد با کودکان مهاجر آفریقایی در کمپ‌ها کار می‌کند. ما رقم بالای مرگ میر را داریم و بیشتر از آن در حالت اضطراری هستیم و رقم بالای سوء تغذیه هم موجود است. بر علاوه معاینات صحی کلینیک‌های حمایتی یونیسف نیز تبلت‌های تصفیه آب را توزیع می‌کنند و برای خانواده‌ها یاد می‌دهند که به مراقبت‌های صحی بپردازند. کمپ‌های مهاجرین در نزدیکی سرحد ترکیه و سوریه اخیراً نیز قضایای شیوع کولرا و مالاریا را نشر کردند. کارشناسان میگویند این مریضی ها همراه با آب چیچک و ننجید و سایر امراض میکروبی دارای خاصیت است که میتواند در کمپ های مزدحم به شکل امراض کشنده ساری مبدل گردند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. امروز روز جهانی هپاتایتس بود و معلومات بیشتر را در مورد انواع مختلف هپاتایتس که جیگر را تحت تاثیر قرار می دهد از مهمان این ساعت برنامه از بریتانیا می شنویم. محترم دکتر امان شمس، دکتر امراض داخله و متخصص امراض جیگر از آیدنبرگ بریتانیا و از طریق اسکایپ با ما هستند. دکتر شمس سلام بر شما، ممنون و تشکر از حضورتان در برنامه. ابتدا کمی در مورد این مرض معلومات بدین. هپاتایتس چگونه مرض است و کدام بخش بدن بیشتر متاثر می سازد؟ و علیکم السلام، ما هم سلام به بینندگان عزیز میگویم. هپاتایتس یک مرض است که از باعث هپاتایتس ویروس های به نام هپاتایتس A، هپاتایتس B، هپاتایتس C و هپاتایتس D و هپاتایتس E به وجود می آید. اما هپاتایتس C و هپاتایتس B از همه مهمتر است، با خاطر از اینکه التهاب مزمن جگر میشه و به نوبه خود خرابی جگر و حتی در بعضی اوقات ها سرطان و مرگ میشه. بله، امراض هپاتایتس B و C چقدر در جهان و افغانستان رایج است؟ هپاتایتس C و هپاتایتس B به حساب هپاتایتس B تقریبا 240 میلیون مردم به هپاتایتس B داره در جهان و درباره هپاتایتس C تقریبا 150 میلیون مردم در جهان هپاتایتس C داره. به خاطر اینمی یک پروگرام WHO جور شده که به خاطر جلوگیری از هپاتایتس یک پروگرام گلوبال باید جور شود، یک پروگرام جهانی باید جور شود. و درباره افغانستان تا مطالعات و چیزار که ما دیدم در اونا تقریبا هپاتایتس B از 2% الا 7% است، یعنی تقریبا 1 میلیون افغانا هپاتایتس B داره و هپاتایتس C در حدود 2.9% است، یعنی تقریبا بله. از نیم تا 1 میلیون افغانا هپاتایتس C داره. بله، خب گفتم میشه که افغانستان روی جلوگیری از امراض هپاتایتس فعالیت میکنه. معلوماتی را به سازمان جهان صحی جهان هم ارائه داشته. شما در مورد فعالیت ها چه معلوماتی دارین؟ آیا کافی هست یا خیر؟ درباره اینمی که به نام Global Policy Report on Prevention and Control of Hepatitis B یاد میشه، در سال 2012 به اینمی رپورت به ملل المتحد روان کرده، به WHO روان کرده. در اونمی رپورت که ذکر شده درباره افغانستان یا افغانستان که کدام رپورت برش روان کرده، متاسفانه در افغانستان یک پروسه وجود ندارد که کنترل هپاتایتس B و هپاتایتس C به شکل ملی کنه، یعنی به حساب کل تا یک اداره داشته باشه. کدام اداره نداره در اینه بباره. خب توصیه شما برای بیننده هایی که میخوان به هپاتایتس A, B و C مبتلا نشن چیست؟ چی نکات را باید مد نظر بگیرن؟ در اینمی باره یک چند چیز هاسته. یک به حساب معلومات دادن به مردم از طریق میدیا و دیگه دولت به حساب یک پروژه، یک پروسس داشته باشه به حساب جلوگیری از هپاتایتس. و دیگه مردم باید خودش که فکر کنه به حساب مثل ناخونگیر و به حساب چی ریش که کلمه کنه اینمی یا موها که کلمه کنه، این چیزا باید شریک نشوه تا هپاتایتس از یک نفر به دیگه نفر نروه. دیگه یک چیزی دیگه بسیار مهم است، اما مردم در اطراف ها اینمی تاتو یا خالا که میزنه اینمی هپاتایتس از یک نفر به دیگه نفر ربطه میتونه. و اگر یک نفر آنه هپاتایتس داشته باشه
باید دیگه مردم که در اونمو خانه باشه باید مراجعه به دکتر کنه که تا اورام تست شوه که هپاتیتش نداشته باشه، هپاتیتش داشته باشه باید اورا واکسن داده شوه. بله ممنون و تشکر از شما دکتر رمان شمس که معلومات را در قبال مرض هپاتیتس ای بی سی که بیشتر جگر متاثر می‌سازه برای بیننده ها ارائه دادین. در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم، یادآور میشم که در صفحه فیسبوک باز هم نظریات را در قبال انتخابات در افغانستان رد و بدل خواهیم کرد. امیدوارم رجوع به صفحه فیسبوک، عضویت در آن، دیدن گزارش های روز، تشریک نظر با ما و همچنین بازدید از صفحه یوتیوب را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.